سلام، من آیدین حسن‌زاده ام. تو این ویدیو قراره که با یه امپ تمرینی با یه قیمت حالا نسبتاً پایین سعی کنیم یه صدای خوب بگیریم و پارامترها رو در مورد یک صدای خوب بتونیم بررسی بکنیم و خیلی خلاصه بگیم که چجوری میتونیم صدامون رو ادیت بکنیم تا به اون صدایی که میخوایم نزدیکتر بشیم. تو این قسمت ما از یه امپلیفایر مارشال MG15 استفاده میکنیم. میشه گفت این امپلیفایر یه امپ تمرینی حساب میشه، یه امپیه که تو خونه خیلی راحت میشه ازش به عنوان یه امپ تمرینی استفاده کرد و همینجور که تو تصویر میبینید چند تا پارامتر داره. پارامتر اولش گینشه، بعد یه اکولایزر داره که باز خودش تبدیل به سه تا پارامتر جدا میشه، تریپل، بیس و میدل، و قراره که جدا در مورد اینا صحبت بکنیم. خب همونجوری که گفتیم قراره که با یه امپ خونگی، امپ تمرینی، حالا مثالمون اینجا MG15 مارشال، بیایم پارامترها رو توضیح بدیم و بتونیم که چیکار کنیم که اون صدا که می‌خوایم رو بتونیم بگیریم. ما در حالت عادی وقتی که روی چنل اولمون هستیم یه صدای کلین خیلی کریستالی و شفاف بهمون میده، و از طرفی اگر ما بیایم روی چنل دوممون وارد چنل اووردرایومون میشیم که این صدا هستش. خب برگردیم روی چنل اول. ما سه تا پارامتر خیلی مهم داریم، یکی بیس، میدل و تریپل. روی خیلی از آمپلیفایرها میدل حذف شده، فقط بیس و تریپل وجود داره. روی خیلی از آمپلیفایرهای دیگه هم به جای بیس اصطلاح لو فرکانسی یا لو رو گذاشتن و به جای تریپ اصطلاح های یا های فرکانسی رو گذاشتن. به طور مثال اگر همینجور که تو تصویر میبینید ما رنج فرکانسی در واقع گیتار رو از بمترین نوتی که میتونه تولید کنه تا زیرترین نوتی که میتونه تولید بکنه رو در نظر بگیریم، به فرکانس های بمتر یا همون فرکانس های بیسمون میگیم لو فرکانسی، فرکانس های میانیمون میشه میدل فرکانسی طبیعتاً، و فرکانس های بالا میشه تریپل یا های فرکانسی. معمولا ما همه رو ساعت 12 میذاریم، به معنای اینکه همشون روی حالت فلت یا حالت در واقع صفر هستن، که اشتباهی که خیلی از بچه‌هایی که تازه گیتار میخرن و آمپلیفایر میخرن فکر میکنن که اینا هر چقدر بیشتر باز باشه حالا بهتر هستش، در صورتی که نه، اگر ما بخوایم رو حالت صفر یا فلت بذاریم باید همشون رو ساعت 12 بذاریم. برای آمپلیفایرهایی که میدل ندارن هم دقیقاً همین اتفاق باید بیفته، یعنی تریپل بیس رو ساعت 12. حالا الان وقتی که رو ساعت 12 قرار گرفته، صدایی که به من میده من یه خورده احساس میکنم که بیسم مثلا زیاده توی این چنلم، یکم بیس رو کم میکنم، یکم میخوام صدام کریستالی تر بشه، نوت های سیم های پایین تر هم با فرکانس های بالاتر بیشتر شنیده بشه، میام تریبلم رو زیاد میکنم. پس در واقع هر ادیتی که میخوام انجام بدم از نقطه صفرم انجام میدم. یادون باشه که معمولا ما خیلی هیچ کدوم از فرکانس هامون رو، چه بیس چه تریپ چه میدل، تا آخر باز نمی کنیم. ممکنه که بخوایم در واقع حرکتشون بدیم به سمت چپ یا راست یا باز و بسته، به اندازه خیلی کم این کار رو باید انجام بدیم. حالا همین کار رو ما میتونیم روی در واقع چنل دوم اون هم انجام بدیم که خیلی مهمتره. چنل دوم ما چنل های گینمونه. وقتی وارد چنل دوم میشیم به صورت دیفالت اگه همه نابای من به سمت بالا باشن روی حالت فلت قرار بگیرن همچین صدایی میده. قبل از اینکه بریم سراغ اینا یه چیزی اینجا هستش که باش توی چنل دوم تازه درگیر میشیم، گین یا درایو. توی بعضی از آمپلیفایرها کلمه درایو رو نوشته، بعضی کلمه گین رو نوشته، جفتش به معنیه. در واقع اگر من درایو یا گینم رو بیارم پایین، صداشو گوش بدیم یه بار، صدای گیتار من تا یه حد خیلی زیادی نزدیک میشه به صدای کلینی که تو چنل اولم داشتم. همون تفکیک نوتا رو دارم ولی یکم صدام انگار کثیف‌تر و نویزی‌تر میشه از قصد. امتحانش بکنیم. مثلا ما اصلا هم به این صدا میگیم اووردرایو، یعنی در واقع یک، خیلی ساده اگه بخوام بگم، یک صدای کلینیه که یه خورده کثیف شده، یه خورده نویزی تر شده. و اگر بخوایم مثلا بلوز بزنیم یا یه موزیک راک خیلی سافت رو بزنیم، بهترین گزینه صدای اووردرایو. پس اوکی،
حالا یکم گین رو ما داریم بالاتر، باز اوردرایو شدیدتری خواهیم داشت. از یه حدی که گین ما به سمت بالاتر حرکت میکنه و بیشتر میشه، اصولا تفکیک نوتامون یکم میاد پایین‌تر و صدا هی داره کثیف‌تر و کثیف‌تر میشه و یه تایمی به بعد، از یه مقداری به بعد در واقع انقدر گینمون میره بالا که اون تفکیک رو دیگه نداریم و صدامون یه جورایی میشه گفتش که دیگه به سمت اصطلاحاً صدای دیستورشن میریم. یه دیستورشنی که حالا من تقریباً وسط گذاشتمش، خیلی هم شدید نیست و معمولا مخاطبش بچه‌ای که حالا راک میزنن، متال میزنن و ژانری که به سرای های گین در واقع احتیاج داریم. خب ما این گینمون رو همینجوری که بالاتر میبریم، باز دوباره اون مقدار نویزی بودن صدای گیتارمون بیشتر میشه. وقتی که میگم نویزی، این نویزی بودن به معنای بدی نیست. ما خیلی موقع از نویز استفاده میکنیم برای اینکه بخوایم صدای در واقع جذابتر و متفاوتی از گیتار بگیریم. خب بریم سراغ سه تا پارامتر مهم اکولایزمون که اینجا داریم، پارامتر بیس، میدل و تریپ. اصولا همیشه این رو باید یادمون باشه که یه قانون نانوشته ای بین نوازنده ها، صدابردارهای مخصوصا موزیک راک هست که وقتی که میخوان در واقع نقش لید گیتاریست رو بازی بکنن، یعنی نوازنده که داره سولو میزنه یا ملودی در واقع داره اجرا میکنه، معمولا میدل بیشتری رو میگیره به خاطر اینکه خیلی صدا گردتر میشه و توی میکس وقتی که روی موزیک قرار میگیره یا همزمان باش داری موزیک پلی میشه و روش میزنیم، خیلی بیشتر میزنه بیرون و معمولا موقعی که ما میخواییم سولو بزنیم معمولا میدلمون رو میبریم بالاتر. و برعکس خیلی از بندا، مثال خیلی خوبش متالیکا، خیلی معروف هم به این که مید رنجشون رو توی صدای گیتار معمولا یکم میارن پایین تر، مثلا بهش میگن مید سکوپ، در واقع مید فرکانس های میدمون رو تا یه حد زیادی از مدار خارج میکنه. سرشو گوش بدیم. حالا من حتی کمتر هم میارمش پایین تر. و در ازاش اگر بخوام میدم رو ببرم بالاتر، خیلی خیلی بیشتر، صدا یه جوری میشه که در واقع بیشتر به درده ملودی زدن میخوره، خیلی گرمتر میشه. اگه بخوام همین رو من با این میده کم شده بزنم، خیلی لاغرتر میشه صدا. پس میدره اینجا که چیزاییه که پارامترهای خیلی مهمیه که ما توی ادیت کردن صدامون باید در نظر بگیریم. باز من ترجیح میدم که بذارم شو ساعت 12 و بعد اگر میخوام زیادتر یا کمترش بکنم، کم کم این کارو انجام بدم تا برسم به اون صدایی که میخوام. معمولا میدل و بیس باز هم میشه گفتش که سلیقه‌ایه. اگر من به طور مثال دارم سولو میزنم، سلیقه من اینجوری که فرکانس‌های هایم رو اگر رو مخصوصا خیلی قرار بیام رو فرکانس‌های پایین‌تر، آلردی من دارم از نوت‌های خیلی های استفاده می‌کنم، پس طبیعتاً بهتره که فرکانس تریبلمو یکم بیارم پایین‌تر که خیلی گوشخراش نشه. و از طرفی اگر دارم ریف میزنم، باز بیسم رو میتونم یه جوری تنظیم بکنم که وقتی به طور مثال دارم پال میوت میزنم، خیلی یه صدای هام در واقع بیس اضافه رو به من نده. پس میشه گفتش که همه چیز از این رأس ساعت 12 یا حالت ایکیو فلات ما شروع میشه. میدل خیلی مهمه و بقیهش رو میتونیم به صورت سلیقه‌ای در واقع تغییرش بدیم. خب من گینم رو تا آخرین حدی که هست بردم بالا، ببینیم که حالا چه صدایی میده.